Bismillahirrahmanirrahim. Ma şehadete Sarnar Süleymani evvelin sevgat şehadete Cenab-ı Millete Şerif ve Mutlayin ve Mezun ve Hizzete Cumhur-i İslam İran ve Tafi Millet-i Müslüman Ümmet-i İslami ve Hüsus Müslümanı'na kederi mentaka ve Afganistan bu şenakti veren Cenab-ı Selyat etmektedir. Sadat Süleymani که شخصیت های بسیار توصیل گذار شخص مومن و متدین و بسیار انسان متواضع حلیم و آدم بسیار پشتکارداری که در کاری که تصمیم میگیرید قاطعیت که لازم بود با خود داشت و با فهم و درایتی که داشت و خصوص آگاهی که در عرصه نظامی داشت کارها بسیار با معقول و منطقی انجام میداد. به هم فکرا و هم سنگرا انسان بسیار خوشخوی و انسان بسیار متدین و آدمی که میتونست که هم فکرای خود همشه طرف جلب توجه خود داشته باشه و اونها را از تجاربی که داشت برای دهها توصیه بکنه و اونها را رهنمایی بکنه. در یه واقعی که در منطقه و خصوص در افغانستان در جهاد و مقاومت افغانستان که اوضاعی بسیار پیچیده و سختتر شده بود واقعا یک شخص نظامی کارارایی که او با درایت و پشتکار نقش بسیار سازندی برای ترقی و برای پیشبرد امورای کار جهادی با همسنگرا و همفکرهای خود نقش بسیار بزرگ اساسی را انجام داد و با پشتکاری که داشت و فهمی که داشت معقولیتی که در عرصه کاری داشت همیشه در کارها بسیار موفق جلوه میکرد و بخصوص در دوران جهاد و مقاومت افغانستان و ملت افغانستان در جهاد و مقاومت در شرایط سخت که خود کشور جمهوری اسلامی ایران با مشکلات عظیم روبرو بود هرگیز همسنگرای خود همفکرهای خود و برادر خود تنها نگذاشت و خصوص در دوران مقاومت که و مردم افغانستان یک دفاع بزرگی صورت گرفته بود و خیلی از مردم مهاجر شده بود مجاهدین واقعا در یک تنظیمای عظیم قرار داشت و مجاهدین بسیار همکاریهای جدی با شخص گران و شهید آمسه به شهید مسعود داشت و الاندازی که میشه با هم دیگر ملاقات ها داشتن و با هم دیگر تبادل فکری داشتن کمکای جمهوری اسلامی ایران در دوران جهاد از چی در عرصه پشتیبانی از مهاجرینی که در طول دوران که سخت که خود جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی قرار داشت زن جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی بسیار قاطی از مردم افغانستان کرد و ترتیب کنندی اکثر کارها و اکثر بسیار تسهیلات مشکلات خود مجاهدین و مهاجرین است بیشتر تا از سردار سلیمانی صورت میگیرید و این بسنایی که واقعا برای جمهوری اسلامی ایران مشکلات عظیم جنگ تحمیلی بود جنگ های بسیار شدیدی اطراف روزها در داخل افغانستان و معاصرات و حملات بسیار شدید که وسیلی میلیونها مهاجر شد در این زمان اینها به پلی جنگ تحمیلی از مردم مهاجر افغانستان به خوبی استقبال کردن و در جبهات جنگ از مجاهدین پشتیبانی بسیار قاطی میدیدن در تداوی زخمیهایی که همروزه تعداد زیادی زخمی میشد و در جمهوری اسلامی ایران در شفاخانه ها تداوی میشد و شخص سردار سلیمانی با روابطی که با مجاهدین داشت در قسمت حل مشکلات یک مامید بسیار خوب برای مجاهدین بود در دوران مقاومت که مشکلات عظیمتر ایجاد شد در روز ما سردار سلیمانی یگانه کسی بود که در بین جمهوری اسلامی ایران عهدهدار همکاری با مجاهدین چی در عرصه‌های مختلف هجرت و چی در حمایت از جبهات همکاری بسیار خوبی داشت در دوران دوستسازی عین ترتیب به مجرد که افغانستان آگاه شد توجه جدی خود در قسمت دوستسازی
وقتی در حوزه غرب افغانستان داشت که هرگز مردم افغانستان و هرات فراموش نمی کنند. سردار سلیمانی یک شخصیت آگاه و دلسوزی به اسلام و مسلمین و شخصی که همیشه بر ترقی و بر سربلندی اسلام و امت اسلامی و خصوص با مجاهدین عاشق جهاد و مجاهدین بود که همکاری های بسیار خوب انجام داد. روز سردار سلیمانی شاد و باتم با فامیل معظم و دناور و جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان جمهوری اسلامی ایران تسلیت درد میکنیم. روز از شاد و یاد از روز گرامی. شکر. جناب امیر صاحب اگر یک خاطره تان مختصر قصه کنید. ما خاطرات زیادی با سردار سلیمانی داریم که اولین روزی که افغانستان آزاد شد و ما وارد شهر هرات شدیم و چی در دوران شکست روسها و بخصوص در دوران مقاومت وقتی شهر هرات را وجود طالبا بازسازی شد و کار بازسازی ما با عجله چون نیازمندی جدی بود شروع کردیم. چیزی که بسیار برای ما مهم بود در روزمان اسفالت جاده ها، انکشاف شهری و رساندن برق رسانی چیزهای اولویت های خود ما با جناب سردار در میان گذاشتیم. چیزی که بسیار با دلچسپی بر ما مهم بود انجام داد مثلا انتقال برق در دو استقامت همت طیبات همت تربت دوله این برق از داخل هرات همکاری شخص سلیمانی بود که کار دو شروع شد و هم اکنون شهر هرات برقدار است. شخص خود سردار سلیمانی با ما و اما در نزدیک زندجان با همدیگر ملاقات کردیم. جادی اسفالت جادی هرات اسلام قلعه یک جادی بسیار خیلی تخریب شده و مشکلات عظیم و اجرای بزرگ ترانزیتی بود. نه با اولین ملاقات که با اینا داشتیم اونا والی سپرد که سرک هرات اسلام قلعه را اسفالت میکنن و اون آمدن در نزدیک زندجان با هم دیگر دیدیم و کار اسفالت برای چند روز شروع شد و روزی که کار شروع شد هم آمدن در اون قرارگاهی که در بیبی دک بود با هم دیگر دیدار کردیم. شاید با علاقه مندی او برای ما یادآوری کرد که ما در قسمت بازسازی این تنها سرک نیست، کارهای دیگه هم که ضرورت اولیت شما باشه ما انجام میدیم. با وجود هم دو سی ساعت با دیگر ملاقات کردیم و در اونا برگشتن و ما آمدیم شهر هرات و کار جاده اسفالت شروع شد که اون را بهترین جاده های اسفالت در افغانستان است.